بسم الله الرحمن الرحیم در درس 39 تجوید قرار داریم. ما گفته بودیم که احکام نون ساکن و تنوین 4 بود که گفتیم که یکیش اظهار است، ادغام است، اقلاب است و اخفا است که ما او 3 دانش بیان کردیم در درس‌های گذشته و این بار ما آخرین حکمش که عبارت از اخفا است ایره ما اینجا میخواییم که یک اندازه خلاص شرح بدیم و در درس 40 که بعد از این است ما میخواییم که امی حکم نون ساکن و تنوین ما عملی کار کنیم. اخفا چی را میگن؟ اخفا در لغت پوشانیدن و مخفی کردن میگن و در اصطلاح تجوید عبارت از حالت بین اظهار و ادغام که همراه غنه باشه گوین و یعنی که هرگاه نون ساکن و تنوین بعد از او حروف که مانند صاد، ذ، ث، کف، جیم، شین، قاف، سین، دل، طا، زا، ف، ت، داد، زا اینی بیایه نون ساکن و تنوین اخفا میشه. اخفا را ما گفته بودیم که نون ما تنها از مخرج خیشومش استفاده میکنیم و مخرج زبانش مخفی میکنیم در درس‌های گذشته و اگر یادتان باشه گفتیم که نون دو مخرج داره، یک مخرجش از زبان است و یک مخرجش از خیشوم است. وقتی که ما مخرج زبان مخفی کنیم یا بپوشانیم مخرج خیشوم میمونه. از خیشوم یگانه چیزی که بالا میشه و غنه است. اگر یادتان باشه ما گفته بودیم که مخرج میمونون در غنه خیشوم است. خب بعضی کسایی که ایره میخواین که حفظ کنن این حروف به طریقای مختلفی ایره حفظ میکنن که یادشان باشه در کتابای مختلف آمده مثل شعر و یک چیزی رو نوشته کردن بعض وقت مانا میته بعض وقت مانا نمیته. در اینجای طور است که میگن صف ذا ثناکم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما. دیگه ای بعض وقت مانا میته بعض وقت مانا نمیته مطلب امی رقم ایره حفظ میکنن که در هر کلمه که در ای آمده نمایندگی از امو خود حرف میکنن. کیفیت اخفا مستقیم بستگی داره به نوع حروف که کدام حروف اخفا میشه و کدام حروف است که بعد از نون ساکن و تنوین می. اگر حروف مستعلیه یا حروفی که پر باشه بعد از نون ساکن و تنوین بیایه که ما گفته بودیم 7 حروف است: خا، صاد، ظا، غین، طا، قاف و داد است که اینیا اگه بیایه ای اخفا با غنه پر میشه. در غیر از او اخفا با غنه نرم میشه. مثلا سعی کنید با غنه پر اینجا ما 3 لغت اینجا آوردیم. مثلا سعی کنید در تونسارون صاد که است پر است، نه از جمله حروف استعلا است، صفت استعلا داره، حروف مستعلی است. چی رقم ما ایره میخوانیم که نون اینجا ساکن است، پشت سرش حرف صاد آمده، صاد باید پر خوانده شوه. ما وقتی که نون سکونه میخوانیم ایم تقریبا امی غنش پر غنه میشه. تونسوارون دیگه اشتای کنین نون غنه آمده
نون ببخشید نون ساکن آمده، پشت سرش حرف تا آمده، تا از جمله حروف مستعلیه است و ایره ما میخوانیم بیقینطار بیقینطار. و دیگه شکل لغت دیگره یانظرون یانظرون. میبینید که نون یک اندازه میغونش پر میشه. در پایین ما یک چند دانه قسمت های از آیات آوردیم که ما امیقب بفهمیم که اخفا در کجا میشه. بعد از در درس چلم پشت سری ازی ما ای را پرکتس میکنیم. سعی کنین در ما در سوره الناس من شر الوسواس نون ساکن است، پشت سرش حرف شین آمده، ما ای را اخفا میکنیم من شر الوسواس. در سوره کافرون در سوره الکافرون آمده لا انتم عابدون انتم انتم نمیخوانیمش انتم میخوانیم. و ببینید دیگه جای من جوع و آمنهم من خوف من میشه به خاطر ازی که پشت سر نون ساکن جیم آمده. و آخرش سعی کنین فاما من ثقلت موازینه من نونش ساکن است از او خاطر خواندم اخفا میشه. فاما من ثقلت که اینجا متوجه باشین اینی رو اخفا میگن. الحمدلله که ما درس اخفا را اینجا خلاص کردیم و در درس بعدی خود ما میریم یک پرکتس خوبی از نون ساکن و تنوین و نون مشدد و میم مشدد که ما در درس های گذشته خواندیم اینو میره پرکتس میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.